مهمان من در دانشگاه مگیل مونترال درس حقوق میدهد ولی این همه فعالیت‌های او نیست. نزدیک به دو ده است که پیگیر موارد نقض حقوق بشری است. اولین دادستان جنایت جنگی در دادگاه سازمان ملل در امور یوگسلاوی و رواندا بود و اخیرا نهادی به نام مرکز اسناد حقوق بشری ایران دایر کرده و معتقد بسیاری از مقامات گذشته و حال جمهوری اسلامی ایران به سبب اعدام‌های گسترده سیاسی در زندان ایران در سال 1367 باید در دادگاه های محاکمه شوند. پیام اخوان به برنامه به دیگر خوش آمدید آقای اخوان شما بیش از 17 ساله که پیگیر نقض حقوق بشر در سراسر جهان هستید در واقع در تشکیل دادگاه بین المللی لاهه دادگاه دیوان بین جنایی نقش داشتید و در محاکمات رهبران یوگسلاوی هم دادستان بودید و حالا با این پشتوانه مرکز اسناد حقوق بشر ایران دایر کردید قصدتون چیه در مورد قصد ما پاسخگویی برای جنایت علیه بشریت در سی سال اخیر در جمهوری اسلامی است و اولین قدم در این راه حقیقت یابی است آشکار ساختن وقایع نقض حقوق بشر و برای مثال کشدار 67 که در آن زمان تقریبا چهار تا پنج هزار زندانی سیاسی بر اساس فتوای آیت الله خمینی در طول چند هفته اعدام شدن دولت جمهوری اسلامی هنوز حاضر نیست حتی اعتراف بکنه که این اشخاص اعدام شدن اکثریت مردم ایران هنوز به این واقعیت پی نبردن که حتی این اشخاص اعدام شدن چه اینکه بدونن که برای چه دلیلی اعدام شدن و چه اشخاصی که همین امروز هم در جمهوری اسلامی مقام بالا دارن به چه به این مسائل الان در ادامه صحبتمون میپردازیم به ادامه های سال 67 ولی در مورد خود این مرکز اسناد حقوق بشر این رو بودجه چطور تعمین میشه؟ مرکز اسناد حقوق بشر از منابع مختلف هزینه داره تا یه مدتی از بودجه دموکراسی و حقوق بشر آمریکا یه مقداری حمایت میشد یه مقداری هم در حال حاضر دولت کانادا از ما حمایت میکنه ولی مؤسسات مختلف غیر دولتی هم با ما همکاری میکنن و در اصل مرکز نسبتا کوچیکی هست و خیلی اشخاصی که اونجا کار میکنن در اصل داوطلب هستند شما چه کاری میکنید که سازمان های دیگه حقوق بشری در این زمینه نمیکنن ما اولا یه مقداری اسناد مختلف رو داریم جمع می کنیم با شواهد مصاحبه می کنیم و مرکز مرکزهای های حقوق بشر مانند امنستی اینترنشنال یا سازمان نگهبان حقوق بشر Human Rights Watch اصولا با موضوع های معاصر حقوق بشر برخوردار می کنند و ما کارمون یه جنبه تاریخی داره خب کشتار 67 موضوع 21 سال پیش است ولی ما هنوز به جزیات اون کشتار پی نبردیم و ما همزمان فقط به مسئولیت دولت نگاه نمی کنیم ما به مسئولیت شخصی کیفری رهبرای جمهوری اسلامی نه به عنوان شعار سیاسی ولی به عنوان یک کار قانونی این موضوع رو مورد تحلیل قرار گزارش خب، حالا ممکنه به شما ایراد بگیرند به خصوص از طرف مقامات جمهوری اسلامی که شما بودجه ای رو از طرف دولت امریکا و سازمان های دیگه میگیرید و خیلی مشخصه که قصدتون پرونده سازی برای رهبران جمهوری اسلامیه به دلیل مخالف امریکا و کشورهای غربی هستن اولا سیاست دولت آمریکا الان کاملا عوض شده و دولت فعلی خیلی هم مشتاق این هست که با ایران به خاطر موضوع هسته‌ای یک مذاکراتی بکنه و واضح هستش که دولت‌های غربی مانند دولت‌های دیگه حقوق بشر رو به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنن ولی ما موقعی که این مرکز رو تشکیل دادیم نظرمون این بودش که برخورد جامعه بین المللی با ایران باید از طریق... پیشرفت حقوق بشر و دموکراسی باشه این در زمانی که... بعضیا در دولت آمریکا داشتن حرف حمله نظامی رو میزدن و ما کاملا با حمله نظامی مخالف بودیم ولی به نظر من خیلی مهمه که در این... جنبش دموکراسی در ایران ما ایرانی های مقیم خارج کاری بکنیم که دولت‌های غربی سیاستشون رو به نفع مردم ایران پیاده بکنند و نه فقط به خاطر اهداف خودشون چه موضوع هسته ای چه منابع نفتی ایران و ما میبینیم که در آفریقای جنوبی که برای چندین سال مبارزان سیستم نجات پرستی با وجودی که در درجه اول اشخاصی که در خود آفریقا جنوبی بودن می باعث مبارزه بکنن نقش جامعه مدنی در سطح بین الملل بسیار مهم بود برای تشویق و حمایت از اون نیروها و این موضوع بررسی به این پرونده در حال حاضر متاسفانه در خود ایران امکان پذیر نیست و برای همین دلیله که ما خارج ایران این مرکز رو درست کردیم و امیدوارم که به زودی بشه این فعالیت ها رو در خود ایران کرد بله شما اخیرا یک گزارش مفصلی در مورد اعدام های سال 1367 منتشر کردید یعنی اعدام هایی که در 21 سال پیش در چین روزهایی هنوز ادامه داشت در زندان های ایران شما چطور این گزارش تهیه کردید اسنادتون رو از کجا به دست آوردید شما میگین که در ایران امکان تحقیق نبوده در کجا پس کردید؟ اول از همه تعداد بسیاری از اشخاصی که اون زمان در زندان بودن الان در مقیم اروپا و آمریکای شمالی هستند و ما با این اشخاص مصاحبه های بسیاری کردیم و اصل موضوع همون مصاحبه ها هستش ولی به علاوه اون خب خاطرات آیت الله منتظری هست و تعداد دیگه ای سند هم هستش و همون جماوری اونا در یک گزارش خودش کار بسیار مشکلی بودش و ما برای اولین دفعه تونستیم که تمام جزئیات این کشتار که در از کشتار بسیار گسترده بود در تمام نقاط ایران همه اینا رو در یک گزارش جمع بکنیم و این گزارش که الان انگلیسیش اخیرا در اومده قراره که در ماه آینده هم امیدواریم که ترجمه فارسیش هم در بیاد تا اینکه در ایرانم مردم بهش دسترسی داشته باشه شما در این گزارش اشاره به کمیسیونی میکنین که این کمیسیون مثلا تصمیم گیرنده در مورد چه کسانی باید اعدام بشن که زندانیا اسمش گذاشتن کمیسیون مرگ این کمیسیون کی بود اعضاشون چطوری تصمیم میگرفتن بله این کمیسیون که همجوری که شما میگین به, سمت کمیسیون مرگ شناخته شده مسئولیتش این بود که تعیین کنه که بر اساس فتوای آیت الله خمینی کی باید اعدام بشه و واقعا نمیشه به این کمیسیون حتی گفت دادگاه بلکه اینکه دادگاه حتی دادگاه سیاسی که در از دادگاه نمایشی هستش ممکنه که نیم ساعت یک ساعت یک دادستان پرونده رو باز بکنه و و مدافعم اقلا سعی کنه از خودش دفاع بکنه. کمیسیون مرگ در اصل در طول یک یا دو دقیقه تصمیم می گرفت که کی باید اعدام بشه و کی نباید اعدام بشه و اصولا سوالی که از زندان میپرسیدن اینی که آیا آنها مسلمان هستند یا نه و سوال دوم اینه که آیا آنها از ولایت فقی و جمهوری اسلامی حمایت میکنن یا نه و اگه جواب ایشون منفی بود همونجا میفرستادنشون برای اعدام یا از طریق تیر بارون یا از طریق دار زدن و البته یکی از زندانیا به ما میگفتش که موقعی که این سوال ازش پرسیدن گفتن که اگر بگم که مسلمون نیستم منو اعدام میکنیم پس مسلمون هستم و به همین طریق تقریبا چهار تا پنج هزار نفر در تابستان 67 اعدام شدن بله شما در این گزارش در واقع اسنادتون بیشتر از کسانی هست که به نوعی جون به در بردن از این اعدام ها که بعد بعضی هاشون توضیح هم میدن که چرا مثلا چی چیز سبب شد که اینها اعدام نشند که از جمله این که در موارد خود کسانی که افراد رو به این صفای اعدامی و غیر اعدامی میفرستن اشتباه میکردند به جایی که به صف اعدامی میفرستن به صف دیگه میفرستدن و در بسیاری موارد این صحبت شیوه بازجویی که بعد تعیین میکرد چه کسی باید اعدام بشه و خیلی مشترکه در بین اون کسانی که شما باشون صحبت کردید ولی با همه اینها تا چه اندازه این اسنادی که شما جمع کردین شما به عنوان یک حقوقدان اینا را معتبر میدونید یعنی اسنادی هست گزاریشی هست که میتونه محکمی پسند باشه بله موضوع اینه که این کشدار کشدار گسترده و سیستماتیک هست ما فقط با یک شاهد صحبت نکردیم اصولا در دادگاه موقع که فقط یک یا دو شاهد هست خب مشکله که آدم اینو به عنوان اثبات استفاده کنه ولی موقعی که صدها شاهد هستن و همشون یک داستان رو میگن اون وقت واضح هستش که یک یک واقعیتی در در حرف اونا هستش و همزمانم میخواستم ارز کنم که موقعی که ما حرف مسئولیت کیفری میزنیم برای این کشتارا و مخصوصا اه اه مسئولیت اشخاصی که عضو کمیسیون مرگ بودند باید در نظر داشته باشیم که این کشتار موضوع شکنجه دو نفر یا سه نفر نیستش موضوع کشتار سیستماتیک چهار تا پنج هزار نفر هستش و در این موارد خیلی راحتتر میشه هویت مسئولین رو تعیین کرد برای اون اشخاصی که عضو کمیسیون مرگ بودن داشتن در اصل در این جنایت شرکت میکردن فقط اشخاصی که اونا رو ادام میکردن مسئول نیستن آه. و ما شما اشاره کردید به بخش شما اشاره کردید که به اصطلاح قصدتون اینه که اینها به عنوان اسناد تاریخی سب بشه آیا فقط قصدتون اینه که سب بشه یا اینکه میخوان اقدامی بر اساس این اسنادی که جمع کردید بکنید مثلا فرض با توجه به سابقه شما در دادگاه بینومللی قصدانی اینو ارجاع بدین به دادگاه بین جایی؟ امیدواریم که ام این بالاخره یک روزی اشخاصی که مسئول این جنایت هستند به پای میز محاکمه کشیده بشن ولی مرحله اول حقیقت یابی است مرحله اول تهیه کردن این گزارشات هست تا اینکه مردم ایران و مخصوصاً جنبش آزادیخواه در ایران یک آگاهی راجب این وقایع داشته باشه تا اینکه خواستدار محاکمه اون اشخاص باشه و ما باید در نظر بگیریم که مسئولیت برای کشتار 21 سال پیش در ایران امروز یک اثر خیلی عمیقی گذاشته همون اشخاصی که 21 سال پیش عضو کمیسیون مرگ هستند همین امروز مقامات بالایی در جمهوری اسلامی دارند به عنوان مثال آقای مصطفی پور محمدی که عضو کمیسیون مرگ بودن. خب در دولت اول آقای احمدی نژاد وزیر کشور بودند و امروز مشاور امنیت ملی رهبر آیت الله خامنه ای هستند به عنوان مثال آقای اسماعیل شوشتری برای تقریبا 16 سال از 1368 وزیر دادگستری بودند آقای علی حسین نیری امروز عضو دادگاه عالی جمهوری اسلامی هستند و تمام این اشخاص در اصل عضو کمیسیون مرگ بودند و همین امروز بعد از سرکوب تظاهرات دو سه ماه پیش همجوری که می‌دونین یک کمیسیونی تشکیل شده و جزء اعضای اون کمیسیون که مسئولیتش تعیین برخورد دولت با زندانی سیاسی هستش یک یک کدوم از عضواش همون آقای پور محمدی هستن یک کدومشون آقای رئیسی هستن که ایشون هم عضو کمیسیون مرگ بودن و این در است یک شرایطی هستش که در جمهوری اسلامی به جای مجازات اشخاصی که مسئول جنایت علی بشر هستن ما دست جمهوری اسلامی داره به اونا پاداش میده و اونا به خطر، خطر، اول صحبت گفتین که جمهوری اسلامی ایران حتی قبول نکرده که اعدام های صورت گرفته به این گستردگی که هست گویا که بسیاری به خانواده هاشون گفتن که بیاین به اصطلاح متعلقاتشون که در زندان بوده تحویل بگیرین و فرزندای شما رو اعدام کردید ولی ولی به هر حال با همه این صحبتایی که شما دارین میکنین این حتی کار شما رو اگر بخواین که به یک دادگاه بیرولی دین مشکل تر میکنه به دلیل اینکه در مواردی که این دادگاه های برومللی تشکیل شده و به نتیجه رسیده مواردی بوده که دولت های اون کشورها همکاری کردن و کمک کردن مثلا در مورد سربستان که این کار صورت گرفت به این دلیل که دولت کمک کرد ولی همچین کمکی شما ندارید در نتیجه این گزارش قرار نیست به جایی برسه البته شرایط در ایران عوض خواهد شد و الان ما به نظر بنده جنبشی که در ایران دیدیم بسیار فراتر از رقابت سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری است این یک جنبش اجتماعی و یک جنبش برای ساختن یک فرهنگ و نوین جدید یک فرهنگ دموکراتیک در ایران ولی با وجود این ما نباید فراموش بکنیم که موقعی که دادگاه سازمان ملل دادگاه ویژه یوگسلاوی تشکیل شد در سال 1993 آقای سلوبادان میلوسویچ رئیس, رئیس جمهور یوگسلاوی هنوز بر پای قدرت بود و هیچ کسی نمیتونست تصور کنه که هفت سال بعد ایشون در لاهه به پای میز محاکمه کشیده میشن و ما باید آگاه باشیم که عدالت یک فقط یک شعار سیاسی یا یک خواستار کوتاه مدت نیستش یک تلاش درازمدتی هست و در از جنایاتی که ما اخیرا در ایران در خیابان شاهد بودیم موضوع سی سال استبداد هستش و این موضوع انتقام نیستش این موضوع عدالت هست اگر ما به جنایات سابق رسیدگی نکنیم احتمال اینکه یک دولت جدیدی به همون روش به روش نقض حقوق بشر و جنایت باز بخواد قدرت در دست بگیره احتمال اون خیلی بیشتر میشه و ما تحول سیاسی رو در اصل در ساختن یک فرهنگ نوین باید بجویم و حاکمیت قانون باید برپا بکنیم با به جای حاکمیت فرد بسیار خوب اینها البته تحولاتی که در داخل هر کشوری باید صورت بگیره که شرایط برای همچون مواقعی فراهم بکنه ولی آیا اراده بین المللی وجود داره برای این کار ما می‌بینیم در مورد بوسنی وجود داشت ولی در جاهای دیگه به نظر نمی‌رسه که وجود داشته باشه اراده بین المللی عوض میشه و اون چیزی که ما بهش میگیم واقعیت واقعیت سیاسی در از انکاس تصمیماتی که قدرتمندان میگیرن برای منافع خودشون از همه مهمتر جنبش دموکراسی در خود ایران هست مردم ایران باید آینده کشور خودشون رو تعیین بکنن و موقعی که این جنبش که روز به روز قوی تر داره میشه موقعی که این به سمر برسه قدرتمندان در جامعه بین الملل هیچ چاره ای ندارن به جز اینکه اراده مردم ایران رو قبول بکنن ما در خارج ایران، مخصوصا ایرانیان مقیم خارج تا حدی که میتونیم باید از این جنبش حمایت بکنیم و دولت مردان امروز موضوع هسته‌ای، موضوع منابع نفتی، موضوع امنیت اسرائیل این موضوع فقط براشون اهمیت داره ولی اونا همونجوری که در یوگسلاوی پی بردن باید بفهمند که امنیت در خاور میانه و امنیت اصولا در جامعه بین الملل بدون پاسخگویی برای جنایت علیه بشریت امکان نداره حقوق بشر فقط موضوع اخلاقی و معنوی نیستش یک موضوع سیاسی هم هست از لحاظ اینکه اگر یک دولتی با مردم خودش با خشونت رفتار بکنه با کشورهای دیگه همینجوری این رفتار اینها میکنه. آقای اخوانی مقداری به نظر پند و انداز میاد که به رهبران کشورها داده میشه و خیلی ها در از فعالین حقوق بشری مثل شما در این موارد صحبت میکنند ولی واقعیت همطور که خودتون هم گفتین مصالح و منافع اقتصادی کشورهای بزرگه که به همین دلیل ممکنه در مورد کشوری این اراده وجود داشته باشه برای پیگیری حقوق بشر در یک کشور دیگه ممکنه وجود نداشته باشه تجربه خود شما چیه شما در این کار بیشتر هر کسی دیگه دخیل بودید خب میتونم نمونه یوگسلاوی رو برای بنده. شما بدم ما موقعی که دادگاه رو در لاه تشکیل داده بودیم مرد موقعی که میگفتیم میخوام آقای میدوسویش رو محاکمه بکنیم مردم ما رو مسخره میکردن میگفتن که شما اصلا هیچ واقعی نیستین و غیر ممکنه که آقای میدوسویش و آقای کاراجیچ که اون زمان رهبران خیلی پرقدرتی بودن غیر ممکنه که اینا رو یک روز به میز محاکمه بکشیم و ما بالاخره باید با اینا مذاکره بکنیم و یک قرارداد صلح ببندیم ولی در سالهای بعد از اون واضح شدش که در بوسنی، در کوسوفو، در سربستان هیچ امکان صلح و امنیت نیست بدون اینکه اون اشخاصی که مسئول نفرت پراکنی و پاکسازی قومی بودن و یعنی تا موقع که این اشخاص در قدرت بودن هیچ امکان صلح و امنیت در سربستان نبودش و به خاطری که آقای میلوسویچ محاکمه شدن به خاطری که آقای کارجیچ حتی بعد از 13 سال فرار و, و قایم شدن بالاخره بازداشت شدن و محاکمه شدن امروز میبینیم که وضع اون منطقه بسیار بهتر از اونی که بسیار بهتر از اونی است که اگر این اشخاص هنوز سر کار بودن واضح استش که وضع حقوق بشر و وضع امنیتی در ناحیه گستاوی بسیار بدتر میشد و در ایران هم موضوع همینه دولتی که مشروعیت نداره باید با مردم خودش و با کشورهای دیگه با خشونت رفتار بکنه باید از طریق نفرت پراکنی مشروعیت خودش رو درست بکنه و به نظر من یک اشخاصی هستن ببخشید خیلی آقای اخوان شما وقتی صحبت میکنید دولتی که مشروعیت نداره من حالا بر حال بسیاری با این اعتقاد هستند که در ایران دولت کنونی رای مردم رو دزدیده به قول خودشون و در نشه مشروعیت نداره ولی شما به عنوان یک وکیل وقتی که قبل از موضوع انتخابات نیستش موضوع به طور کلی به طور کلی یعنی دارین قبل از جنایت میکنی شما اول تصمیمتون رو گرفتین که مشروعیت نداره حالا بریم اسنا جمع کنیم و محکومش بکنیم نه موضوع مشروعیت رعایت حقوق بشره همونجوری که عرض کردم این موضوع این نیستش که کی انتخابات رو برد آقای موسوی یا آقای احمدی نژاد موضوع برخورد دولت با مردمه حتی اگر آقای احمدی نژادم رعیه رو بردن چرا هزارها جوانای ایرانی رو به قتل و شکنجه و, و تجاوز جنسی مورد قرار دادن این این موضوع انسانی موضوع حقوق بشره هزاران ایران نفر رو بازداشت کردن که بعدا آزاد کردن ولی ادهی کشته شدن و ادهی اونطور که ادام میشه که مورد تجاوز قرار گرفت اولا ما دقیقا نمیدونیم که حتی چند نفر کشته شدن برای اینکه مطبوعات نمیتونن در ایران به طور آزادانه این موضوع رو تعقیب بکنن دولت جمهوری اسلامی میگفته گفته فوقش 20 تا 30 نفر کشته شدند ولی مادرها پدرهایی که رفتن جسدای بچهای خودشونو در سردخانه جنوب تهران تحویل بگیرن همونجا دیدن که صدها جسد هستش البته که پیگیری میکنه صحبت از 69 نفر میکنه که اسامیشون رو دارن 69 نفر که اسامیشون رو دارن اصلاح طلبها پیگیری میکنه بله بل. ولی در حال حاضر ما بعد در نظر بگیریم که بسیاری از پدر مادرایی که جسدای بچه‌هاشون رو گرفتن مجبور شدن اعتراف کنن که اونا به خاطر حمله قلبی یا یا دلایل دیگه‌ای مردن نه به خاطر شکنجه مم. و ما هنوز نمیدونیم که در شهرستان‌ها چه خبر شده؟ ما هنوز نمی‌دونیم در خود تهران چند نفر بچه‌هاشون رو کشتن ولی می‌ترسن که با همون کمیسیون حقیقت‌یابی صحبت بکنن ولی همین‌جوری که عرض کردم این فقط موضوع تظاهرات اخیر نیستش شکنجه و قتل و اعدام سی سال تجربه داره در جمهوری اسلامی و دولتی که با شهروندهای خودش با خشونت برخورد میکنه دولتی نیستش که در دراز مدت بتونه حتی باید. امنیت ایجاد بکنه حالا شما اشاره کردید که به هر حال در مرحله اول این تحولات داخل خود ایرانه که میتونه کمک بکنه به پروسه پایان دادن به نقض حقوق بشر و همه این ماجرهایی که اتفاق افتاده چقدر شما امیدوار هستید یا نمونه هایی میبینید که در داخل ایران جنب هایی در این مسیر داره صورت میگیره ام الان یکی از خواستارای مادرهایی که فرزندانشون رو از دست دادن رسیدگی به پرونده های فرزندانشون است و ما امروز میبینیم که در چه در جنبش سبز چه در جنبش دموکراسی فامیل های قربانیان خواستار عدالت هستند میخوان که اون اشخاصی که مسئول این قتل هستند به محاکمه رسیده بشن و ما باید در نظر بگیریم که از لحاظ قانون بین الملل مسئولیت کیفری فقط برای اون اشخاصی که در زندان این قربانی‌ها رو شکنجه دادن و کشتن و مورد تجاوز قرار دادن نیستش این مسئولیت در درجه اول مسئولیت رهبرایی است که یا دستور این کارا رو میدن یا اجازه میدن که اشخاصی که زیر دست اونا کار میکنن اینو ها رو بکنن و دولتان جمهوری اسلامی اگر به جای اینکه رهبرای مبارزه رو محاکمه بکنن اون اشخاصی که مسئول شکنجه و تجاوز هستن و محاکمه نکنن خودشون هم مسئولیت کیفری دارند در چارچوب قانون بین الملل خیلی متشکرم پیام اخوان شرکتتون در برنامه مبرات دیگه ممنون